پسر جون تعارفشون میکردی بیان تو منزل خودشونه. عباس آقا جون بیا تو دیگه قربونه. سلام آقا بزر، مخلصم. این دره رو بیزمت باز کن. در چشم چشم این همه در چپ کن چپ کن تنها نمیشه. عجب فکر میکردی خونه شما لب جاده اصلی اینجا امتره تا بری خانم تو بیاری چی ها؟ مال ما نیست، مبارک شما باشه. مبارک ما باشه؟ مردستم من که گفتم با این حقوقا و عیالوالا من چیزی من میتونم پس کنش بر بیام. بذاریم کنار پنجره. نه بذاریم جاش هم اونجاست. بذاریم اینجا اولا دیسک و صفحه ما به هم ریخ، بعدم ببینیم جریان این چیه. ها؟ چجوری؟ آقا نقد که نیست. ها؟ دیدم شرایطش خوبه، گرفتم پیشقص هرچی دوست داشتی. قصت هم با هم صحبت کنم هرچی دوست داشتی. آی بابا تو دیگه کی هستی؟ باز کن آغوش تو من آیم. بابا گل پسر یه دونه. آقا به بچه ها سلام برس. بگم اگه اینجوری بود پنشیش رو میرفت. آقا یک چیزی مخلص سوار بودت بیا حتی اقل یه آب به این ماشینت بده. آقا سلام برس. یه بچه از گذشت مدت کمی از ازدواجمون راهی دزفول شدیم، محل ماموریت عباس. یه خونه سازمانی تو پایگاه شکاری دزفول در اختیارمون گذاشتن و زندگی مشترکمونو به طور جدی شروع کردیم. بفرمایید زنده جان، خوش آمدید. بفرمایید خانم خانوما، خوش اومدین. مراقب باش نیو. تو حالت خوبه؟ حالم خوب بود، زن میستاندم بالام جان. چشاتو باز کن ببین خوشت میاد. وای چقدر باصفا. خیلی باصفا. بریم تو. من با اجازه در زودتر باز کنم. بفرم. نمونم بفرم. برو. خوش آمده این صفحه قدمتون رفتم. بفرم. بفرم. خواهش کنم. بفرم. باورم نمیشه عباس، دستت درد نکنه. خیلی خوبه. جناب سروان با سلیقه. جدی؟ خب پس خدا رو شکر. دهنمون رو شیرین کنیم زنده جان. بفرم. خیلی ممنون. از زندگی دایی باید تشکر کنیم. والا من راضی نبودم اینقدر زحمت گرفتم. منم ازشون خیلی ممنون. اختیار داریم. این وسایل مثل اسباب بازی دوران بچگیه. ایشالا تنتون سالم باشه. دلتون خوش. در کنار هم دیگه ایشالا همه هم. ایشالا. بفرم. اه راستی بچه همونو بهت نشون ندادم. بابام جان. بچه همون؟ بابام جان. یه پسر کاکل زری، گل پسری تو باغچه پیداش کردم، مامانش هم پیشش نبود. تفلی جانم. اسمش هم گذاشتم با هم انتخاب کنیم.
این چی بستی داره گردنه؟ گفتم دیگه بچه‌مو میره کوچه خیابون گم و گور نشد بالام جان. بالام جان. بالام جان. بالام جان. بالام جان. اختیار داری. دستتون درد نکنه. مواظب خودتون باشی. با پای پله‌های هواپیما در خدمت شما. لحظه جدایی از مادر در دسفول یکی از سخت‌ترین لحظه‌هایی بود که تا اون موقع تجربه کرده بودم. مادرم که رفت، به دوروبر خودم نگاه کردم. یه دختر جوان توی شهر غریب با یه نفر که گرچه پسرم من بود، اما بالاخره برام آدم جدید به حساب می اومد و البته کمی غریبه. دخترای جوان اوائل ازدواجشون از مادرشون کمک میخوان، راهنمایی میخوان، اما من چند روز اول حسابی دلم گرفته بود. خونه تازه و وسایل نو رو روزی چند بار تمیز میکردم. به هر بهانه سعی میکردم خودم رو سرگرم کنم. کتاب میخوندم، تلویزیون میدیدم، شستشو و آشپزی میکردم. توی اون شهر غریب عباس همه کس و کارم شده بود. با هیچ کسم رفت و آمد نداشتم. عباس دوست داشت برم سر کار و با آدم ها ارتباط داشته باشم تا بفهمم دور و برم چه خبره، ولی پیدا کردن مدرسه برای تدریس اونقدر راحت نبود، مخصوصا برای ما که معلوم نبود یه روز دیگه تو دسفول میمونیم یا یک سال یا 10 سال. ولی عباس قول داد هر جوری شده یه کاری برام پیدا کنه. عباس باید تو امتحانای دیگه هم قبول میشد. یکیش مهارت در خلبانی F5 بود که مرحله لیدر شدنش هم باید میگذروند. Thank you.
vanity tower. Red flight up to request taxi. Red flight, clear taxi runway 14. Altimeter setting 2992. Copy, red flight runway 14, altimeter 2992. Tower, red flight request ATC. Red flight, copy ATC trends. Go ahead, please. Red flight, clear to Lali area, flight event 150. After departure, left turn, read back. Copy, clear to Lali area after takeoff, left turn, climb to flight level 150. Read back, correct. Report ready for departure. Roger. Red flight ready for departure. Red flight clear for takeoff. Runway 14, wind calm. After departure, turn 4. Red flight rolling. Number 2, airflow channel 4. 2. Rat flight checking. 2. Rat at the approach. Rat departing, rat at declining. Flight level 150 for Lali area. Rat flight before reaching area, flight level 150. Roger. Rat flight, reaching area, flight level 150. Rat flight, roger. Report ready to leave the area. Rat flight, copy. زیر پامونو میبینید؟ آره خوب. همین. تابلو به این زیبایی. واقعا. کدوم هنرمند تو دنیا میتونه همچین تابلویی رو بیافرینه؟ مگه نقاش هست؟ خالق هستی. به از کرامات شیخ ما چه عجب. عجبتر این که امروز نهار مهمون منی آب گوشت. خودم تولدش آب گوشت میده. مثل که خیلی حالت خوبه ها. اوه چه جورم. دامستم چی شد؟ موتور راستم رفت. چی کار کنم؟ لیدو بگیر. خدای خودم رو به خودت سپردم. اون که به جای خود. انجین اینسترومنت تو برام بخون. یا خدا عباسون نمیتونم ارتفاع هم حفظ کنم. وضعیت موتور چپه؟ نرماله. آروم باش علی جان. من آروم میکشم الان. آروم باش. وضعیت بنزین؟ 2500 کم. چکلیستو برات بخونم؟ دارم انجام میدم. وحدتی اپروچ. رد فلایت کلیر اند ایمرجنسی. رد مشکل هواپیما به مقدار سوختو بفهمید. اشکال موتور راست رد دو. مقدار سوخت نیم سانت. رد فلایت ادامه بدید. لفت فیس باند چهار گزارش کنید. رد کافی. در چه حالی علی جان؟ نفسم در نمیاد. خیلی خوب. دیسن چک. ارتفاع کم میکنیم. آروم میریم پایین. اوکی. رد رد کاروان. کاروان رد دو. رد دو میخوای چه کسی براتون بخونم؟ ممنون انجام بده. وحدتی اپروچ. وحدتی اپروچ. رد دو مستقیم یاد برای نشستن. رد یک دو اپروچ میکنم. رد دو مجاز رفت برای نشستن باند 14 باد آرام. رد شماره یک ادامه بده دارم ایستم بکنم. راجر. علی جان، علی جان، برای نشستن خودت صحبت کن. اوکی. شورت شورت فاینل گیر داون کامینگ فور فول استاپ. رد شماره دو کلیر رسی برای نشستن باند 14 باد آرام. راجر.
Number one, do approach. Number one, roger. Rad number one, request close. Number one, close up to report opposite. Rad number two under control. بعد شماره دو خودروهای آتش‌نشانی شما رو فالو می‌کنم. راجر. Follow red number one opposite. Number one, extend on wind, report final. Roger. چت از روی باند برداشته شد. Rad number one, clear to land, runway 14, wind count. Roger. Rad number one, and final for full stop. عباس از این امتحانم سربلند بیرون اومد که من خیلی خوشحال بودم، ولی یه حسی به من میگفت خیلی هم خوشحال نباش. به قول عباس فواره در اوجش سقوط میکنه. حسن نباش. ساتوان بابایی ممکنه رفته باشه گردان ها؟ ممکنه سر. تولد مبارک. قربونت برم. خیس ممنونم. خیس شد. چی بگم؟ پسر صورت عملت نارکه بود. قربونت برم. بر تو. آب گوشت داره میدی یا این دنیا نیست. آب گوشت داره ازت میگیر. قربونت برم. سر. خسته نباشین بچه ها. اون بالا هواپیماشو کاملا چک میکردی؟ یس سر.
علت از کار افتادن موتور چی بود؟ خوردین به دسته پرنده؟ نو سر، من چیزی مشاهده نکردم. منتظر گزارشتون هستم. ضمناً کارتون خیلی خوب بود، هر دوتون. موفق باشیم. بزن بریم چای بخوریم. عباس تمام وقتای بیکاریشو با من میگذرون، گردش و دیدن جاهای دیدنی دسفول و اندیمشک و اطرافشون. تقریبا دیگه اون منطقه رو مثل کف دستم میشناخته. اون روزای خوب هیچ وقت فراموشم نمیشه. گلپسرمان خوب است بالام جان؟ خوبه، دلش برای باباش تعیین شده. ما چش کنند طرف بابا؟ بعدشم پاشو حاضرشو بریم، دیر میشه. کجا؟ جب که گفت نمیخوایم سورپریزت کنم.
بخشید، سورپرایز. مگه جدی گفتی؟ نه پا، شوخی داریم با هم مگه خانم جان. حالا کجا میخواییم بریم؟ همون جایی که میخواییم بریم خودش سورپرایز قضیه است، پاشو. خیلی خوب، الان حاضر میشم. الهی شکر. در ضمن فکر نکنی تا آخر عمر قراره من برات رانندگی کنم؟ این خبرها نیستا. یعنی چی؟ یعنی زودتر کمر همت میبندی؟ میری خودت رانندگی یاد میگیری. چشم قربان. کی میرسی؟ داری میرسی. لطفا چشاتونو ببندیم. سورپرایزه. باز نکنی ها. چشم. فرمایی خواهش میکنم. تو با چشمایی باز نمیتونی منو سورپرایز کنی نه؟ والا ما برای سورپرایز کردم فقط همین یک کارو بلد. همینجا بایسا آروم سر تو بیار بالا، چشماتو باز کن. حالا میخوایم دوباره شروع کنیم. این دفعه کلی خواهش، تمنا، گریه، اظهاری التماس که اجازه بدیم ملیه خانم بیاد اینجا درس بده. رو سفیدمون کنی یا دست درد نکنه، باورم نمیشه. یه بالام جان، صبح تا شب فقط ما باید شما رو سورپرایز کنیم دیگه. ان شاءالله شما از خجالت ما در بیاین بمیز. اوه، حالا این منت بذارا. حالا کی باید برم درس بدم؟ حالا تا اونجایی که من میدونم بچه ها الان سر کلاس منتظرتن دیگه. خود بنا معرفت خدا. عباس خیلی دیوونه. ما بیشتر. مامازم خواهد باش. شما بیشتر. استقبال سویلم شروع شد. برو که دیر نشه. خدافظ. خدافظ. قربان، خلبان عباس بابای تشریف آوردن. بگیم بیان داخل. چشم قربان. جام سلام، بفهم. سلام قربان. سلام. جام سلام بابایی. روز بخیر. روز بخیر، بفرمایید. خیلی خوب. صدفان بابایی با پایگاه ما چطوری؟ خوب، کم کم دارم به شرایطش عادت میکنم. ولی سعی کن خیلی عادت نکنی. لابد اطلاع داری که ایران چند فروند هواپیمای جنگنده F-14 خریداری کرده. بله، خبر دارم. به همه پایگاه ها دستورالعمل صادر شده که تعدادی از بهترین و برجسته ترین خلبانان کشور انتخاب بشن تا برای پرواز با این هواپیماها آموزش ببینن.
دوره‌های آموزشی در پایگاه شکاری اصفهان انجام میشه. وزیر نظر مربیان امریکایی. ما هم در بین خلبانان پایگاه چهارم دسفول با توجه به جمعی نمرات پروازی شما دو نفر رو انتخاب کردیم که خوشبختانه صدفان بابایی یکی از این دو نفر شما هستی. من اصلا فکرشو نمی کردم. مطمئن باشید که ما تصمیممون درسته. دوره های آموزشی یک ماه و نیمه دیگه در پایگاه اصفهان انجام میشه. حالا اگر هر موقع آمادگی داشتید به من بگید ترتیب اعزامتون رو بدم. آقای بابایی، ترجیح میدم اگه اشکالی نداره تا شروع دوره همینجا بمونم. بسیار خوب. اجازه میفرمی؟ بفرمی. با اجازه. ضمناً آقای بابایی، یک مطلبی رو من میخواستم بهتون یادآوری کنم. وقتی در محوطه پایگاه با کسی گرم میگیرین، میخواین حالت دوستانه پیدا بشه، به درجه و رزدش توجه کنید. استوار مهربانی شما من نمیخواد توضیح بدی. بفرمی. چرا میزو نچیدی؟ عباس؟ اینجام خانم جان. تو حیات سفره انداختی؟ چه اشکال است؟ من عادت ندارم رو زمین غذا بخورم. خانم جان آب گوشت است، رو زمین بچسبد نه رو هوا. هرچی. حالا به هر حال تو راحتی باش. بعضی از کارهای عباس خیلی عجیب بود. شاید از نظر کسی که اونو نمیشناخت این کاراش ادا به حساب می اومد. نه خودم زدم داغ نیستوزی. اما گوشت و خون عباس با این رفتار عجین شده بود. به دست گل شما درد نکنه. هوای خوب و بهشت و آب گوشت و ملیحه خانم. دیگه چی از خدا میخوام؟ آخه آخه تو اینجا ناراحت. اینجوری نمیشه. باشه. پاش. بزن بریم تو بالام جان. بزن بریم تو. عباس بی بشین همینجا سر سفره غذا میخوری. هی نمیخوای بری پشت میز. پاشو بالام جان، اختیار مرد با زنش است. چی یعنی زن با مردش است؟ پاشو بری. پاشو. باشه هر چی شما بگی. سر میز. جدی هر چی من بگم؟ آره هر چی تو بگی. بس همونجا. عجب آدمی هستی. کم کم حرفایی میزد که قبل از اون نشنیده بود. میگفت آدم مگه نمیتونه روی زمین بشینه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آدم مگه حتما باید توی لیوان کریستال آب بخوره؟ میرفت و میومد و به من از این حرفا میزد. توی اون سن و سال من طبیعی بود که جهیزیم رو دوست داشته باشم، ولی داشتم یه چیز بزرگتر رو تجربه میکردم. منظور عباس مبل و لیوان نبود، سادگی و بی‌تکلفی و مردمی شدن بود. یه مدت که گذشت منم ناخودآگاه مثل عباس شده بودم. خودم هم سخت باورم میشد. پایت را که از زمین برگیری آسمان راه‌های بیکرانش را نشانت خواهد داد. تو را در بر خواهد گرفت و چون امانتی لطیف بالا خواهد برد. نه آن وحشت گنگ و بدوی از ارتفاع، نه سفیر گلوله هایی که با خود تنین مرگ دارند دیگر نخواهندت ترساند. در نگاهت آسمان و زمین به هم می پیوندند تا افق شوند، جایی برای درآمدن و لاجرم غروب کردن. و اگر غروب این گونه خونین نباشد، چگونه آفتاب هر صبح طلوعی تازه خواهد داشت؟ باید نوشت از ترس، از پرواز، از آن چیزی که باعث می شود هم دوست داشته باشی و هم متنفر شوی، هم بکشی و هم کشته شوی. از حقیقت باید نوشت، حقیقتی که همسایه دیوار به دیوار مرگ است
و از مردی که حقیقت را یافته بود، از عشق، از پرواز.